روزها بحران گرانی و کمبود دارو جان بسیاری از بیماران کشور را تهدید میکنه. در این قسمت از برنامه همراه هستیم با آقای مهدی موسازاده تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. سلام میکنیم به شما آقای موسازاده و خوش اومدید به گفتگوی این ساعت. منم حضور شما و همه بینندگان سیما آزادی سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم. بله. بر اساس آمارهای رژیم قیمت دارو طی دو سال اخیر 5 برابر یا به عبارتی 400% افزایش داشته. میخوام ببینیم که علت چیه و الان بحران دارو در کشور به چه صورت هست؟ بله، رسانه‌های حکومتی حتی تا 6 برابر هم این گران‌تر شدن داروها رو ذکر کردن. واقعیت این هست که این 5 تا 6 برابر شدن قیمت داروها تازه در چرخه تولید و توزیع رسمی دارو در مملکت هست. وقتی که به بازار سیاه دارو نگاه میکنیم، افزایش و گرانتر شدن قیمت ها که سر به فلک میزنه. و اما برای پاسخ به سوال شما، نگاهی به چرخه واردات، تولید و توزیع دارو به صورت کوتاه بیاندازیم. واقعیت اینه که در حکومت آخوندی تولید بسیاری از داروهای بیماری‌های خاص اساساً امکان پذیر نیست. تولید داروهای خاص بیماری‌های مثل هموفیلی، تالاسیمی، انواع سرطان و سایر بیماری‌های حاد و داروی این بیماری‌ها ناگزیر از محل واردات تأمین میشه. کما اینکه داروسازان داخلی هم برای تولید داخلی خودشون وابسته هستند به واردات مواد اولیه از خارج از کشور. حدود 2 سال پیش با یک طرح آخوندساخته به نام طرح دارویار، اساساً ارز ترجیحی دارویی رو حذف کردند و قرار شد که مبالغی از یارانه ها رو به داروسازان، به شرکت‌های داروسازی پرداخت بکنند. اونم فقط در مورد مواد اولیه تولید دارو. خب ببینیم که چجوری شد این طرح. واقعیت اینه که در این 2 سال هر چقدر که تونستن از این مبالغی که باید برای تأمین جبران اون ارز ترجیحی با خرید مواد اولیه که حالا دیگه به قیمت بازار آزاد میبایستی شرکت‌های داروسازی تهیه کنن، چه بر سر این طرح اومد. به طور مثال و نمونه، در بودجه همین سال 403 فقط حدود 30% از اون مبالغ مورد نیاز رو که باید پرداخت میکردن مجلس آخوندی در بودجه در نظر گرفت و از اون 30% هم نصفش رو بیشتر تخصیص ندادن. حالا اینکه از اون نصف اون 30% چقدرش رو تا حالا پرداخت کردن و یا پرداخت نکردن که اون هم بماند و عملا ماده مشخصی به لحاظ پرداخت نداشته. خب این وضعیت باعث میشه که توان تولید شرکت‌های داروساز پایین بیاد و خودش رو در گرانتر شدن هرچه بیشتر دارو از یک طرف و از یه طرف پایین اومدن کیفیت داروها نشون بده. داروهایی که دیگه امکان درمان لازم رو ندارن. در چرخه توزیع دارو هم وضعیت از این بدتر هست. ببینید، وقتی که بیمار برای تهیه دارو به داروخونه مراجعه میکنه، اولا که بخش قابل توجهی از قیمت دارو رو خودش باید بپردازه. بقیه قیمت دارو رو داروخونه باید از صندوق بیمه بگیره. یعنی این شخص بیمار که حق بیمه از حقوق ماهیانش کم شده برای همچی روزی و این پول به صندوق بیمه پرداخت شده، حالا باید از طرف صندوق بیمه به داروخونه پرداخت بشه. اما صندوق‌های بیمه همه میدونن که چه بلایی به سرشون اومده. تقریبا تمام صندوق‌های بیمه مملکت ورشکست شده. علتش هم اینه که تمام موجودی های این صندوق ها رو عناصر حکومتی چپاول کردن و این صندوق ها ورشکسته شدن. به طور مشخص الان وضعیت این صندوق ها به این ترتیب هست که 10,000 میلیارد تومان در حال حاضر به داروخونه ها بدهکار هستند و توان
پرداخت اون رو هم ندارن. نتیجه میشه که توزیع دارو در داروخانه ها هم میکشه به وضعیتی که داروها باز هم گرانتر میشه و توان توزیع دارو دیگه داروخانه ها هم ندارن. خب روشن است که این وضعیت بیماران رو از سر ناچاری میاندازه به دام مافیای بازار سیاه داروهای وارداتی. در مورد واردات هم که در برنامه‌های قبلی شما من عرض کردم 100% واردات کشور دست سپاه، بیت خامنه‌ای و دولت‌ها و لاخیر. در نتیجه می‌بینید که گران بودن دارو، قیمت‌های سرسام‌آور دارو، چه در بازار سیاه دارو و چه در سایر بخش‌های توزیع دارو، تماماً پولش میره به جیب بیت خامنه‌ای. کما اینکه وجوه حاصل از حذف ارز ترجیحی هم به همونجا سرازیر میشه. کما اینکه پول‌های روبوده شده از صندوق‌های بیمه همونجا رفته و همچنان هم به همون سمت میره. اینا اونجا سرجم میشه به خاطر اینکه بخش قابل توجهیش چپاول بشه و بخش قابل توجه دیگریش صرف سیاست جنگ افروزی خامنه‌ای در غزه، در لبنان، در یمن، در سوریه و در سایر نقاط بشه. خب طبیعتاً می‌بینید که این چهره چپاولگرانه چرخه دارو در مملکت ما هست، اما اون وجه فاجعه بارتر این هست که چون در بخش دارویی داریم صحبت میکنیم، خامنه‌ای با جان مردم ایران داره بازی میکنه. ببینید همیهنان ما که در زیر خط فقر زندگی میکنن، زیر خط فقری که 5 الی 6 برابر حقوق و دستمزد ماهانه به خصوص در مورد کارگران و حقوق بگیران ثابت هست، چجوری میتونن دارو تأمین بکنن؟ هزینه ماهانه دارو برای یک بیمار تالاسیمی 15 تا 20 میلیون تومان در ماهه. هزینه ماهانه یک بیمار سرطانی 50 تا 60 میلیون تومان در ماهه. و میبینید که به این ترتیب روز به روز جان باختگان بیماران به دلیل نداشتن دارو در میهن ما افزایش پیدا میکنه. همین چند ماه اخیر خبر فوت یک بیمار جوان 31 ساله، یک بیمار جوان 20 ساله و یک دختر بچه بیگناه 5 ساله سرطانی به رسانه‌های حکومتی درز کرد که تازه این نمونه از خروار، این یک از صدها و یک از هزارانه. کما اینکه رسانه‌های بین‌المللی هم گزارش کردند که سالانه 60,000 بیمار سرطانی در میهن ما جان می‌بازند. خلاصه حرفی که می‌خوام به شما بزنم این هست که تا زمانی که جان و مال مردم ایران دست خامنه‌ای و باندهای تبهکار او هست، موضوع دارو و درمان در میهن ما راه حل نداره و حل نمیشه. به همین دلیل هست که مردم ایران ناگزیر هستند این حکومت چپاول و جهل و جنایت رو به زباله‌دان تاریخ بیندازند تا بتونن با تأسیس یک جمهوری دموکراتیک در ایران آزاد فردا به همه مسائل و تضادهای اجتماعی و از جمله مشکل جدی دارو و درمان و سلامت ملی پاسخ شایسته خودش رو بدن. بله، با تشکر از شما آقای موسی‌زاده و توضیحاتتون در مورد وضعیت دارو در میهنمون ایران. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون که منو به این برنامه دعوت کردید. خیلی ممنون از شما.